حالا داشت بیارش روی گوگل جست بزن نیکولا تسلا نشون بده سفر رو شیر کن با هم. نیکولا تسلا رو نمیدونم میشناسه یا نه. تسلا کسی بودش که در واقع اصلا برق شهر رو، برق شهری AC و یا Alternative Current Electricity و نه آره آره نشون بده عکسشو بچه. این کسی که میخوام بهتون نشون بدم اسمش هست نیکولا تسلا. خب اصلا ماشین تسلا رو هم از روی اسم این گذاشتن. تسلا کسی بوده که در اصل برقی رو که ما الان داریم استفاده میکنیم داره وارد بحث مثلا آکادمیک میشه. موقعی که داریم میخونیم خب بالاخره حالا ما داریم همه چیز رو یاد میگیریم، داریم یه چیزی رو پیدا میکنیم، یه چیزی رو باید ثابت کنیم. من بودم همیشه دنبال دلم بودم، خواستم به جایی برسونمش که برای دلم کار کرده باشم و منو به جایی رسونده که با دوستای خوبم توی رادیو جوان کار میکردم. برای مدت چند سال خیلی تجربه خوبی بود. الان دارم با دوستای گلمون توی بچه های من و تو و ببین تیوی الان هم کاری میکنم چند فصل. خیلی خیلی واقعا کمک کرد به ما و اون موقع خیلی سخت بود، زمان سخته بود 2018-2019. نور یا همون لایت بر اساس قانون مکسول بود. اینشتین اومد و با نظریه های جنرال ریلیتیویتی، سپسیفیک ریلیتیویتی، بر اساس قانون بزرگترینش که E=MC² هست که اومد و ثابت کرد با یه دونه فرمول که انرژی و ماده در واقع یکی هستن و فقط تغییر شکل میدن. من دوست دارم باهاشون صحبت بکنم. اونایی هستن که میگن نه این ثابت نشده، اونا بهترین ها هستن. چون کسایی که میگن ثابت نشده حداقل نمیگن نه، اینا کسایی هستن که اگر که اطلاعات درست بهشون بدی خودشون میرن میخونن و خودشون دیگه از مغزشون استفاده میکنن هر تصمیم بگیرن اوکیه. اون کسایی که بهتون گفتم میگن نه فقط به همه چی، اونا کسایی هستن که خب توی زندگی خودشون دارن زندگی میکنن. منم با تمام احترامی که براشون دارم لازم نیست زندگیشون رو تغییر بدم. منتها یه گروه این وسط هستن که اینا کسایی هستن که باور دارن به خاطر اینی که زیاد تحقیق میکنم از سه تا از پزشکای فارماکولوژی، مایکروبیولوژی و پزشک عمومی هایی هستن که و سایکولوژیست هایی هستن که تحقیقشون فقط داره راجع به دنیای سایکودلیک و مایکرودوزینگ و تاثیرهای سایکودلیکا وقتی که به طور تراپی استفاده بشن. اون خیلی مهمه. آدمایی هستن ماشروم میندازن میرن توی طبیعت میخوان واسه خودشون پارتی کنن، کنسرت برن. اونا نما اصلا صحبت راجع اونا نیست. یعنی که اگه بخواید اون کارها رو عوض بکنید باید برید اصل صورت مسئله رو اونور عوض بکنید. شما برای اینی که زندگیتون رو نهایتاً عوض بکنید باید باورهاتون رو عوض کنید و این ساده ترین راهیه که من میتونم بهتون بگم در کوتاه ترین. شما اگر که از هر چیز توی زندگیتون راضی نیستید برید ببینید کجا فکر دارید میکنید بدون این که حتی بسیار زمانها بدونید کجا دارید فکر میکنید که این اتفاقی که برای من افتاده من لایقش هستم یا اینکه من لایق بهتر از این نیستم. اونم خیلی مهمه. 3 دقیقه بریم. خب جریان من تو 3 دقیقه اینه که من توی شیراز به دنیا اومدم، توی 14 سالگی از ایران اومدم بیرون، 20 سال الان توی کانادا هستم. توی شیراز وقتی که بچه بودم داشتم بزرگ می‌شدم. نه دیگه بچه‌ها میگن خوبه دیگه، خوبه خوبه خوبه، بسیار عالی. میگن که اگر منتظر باشی و تحمل داشته باشی همیشه اتفاقای خوب میفته. اینا هم جزء ماجراست و اصلا موردی نداره. دم شماها گرم که هستید و میدونم که شماها منتظر جوابید مثل من. میدونی وقتی که آدم توی زندگی سوال داشته باشه برای پیدا کردن جواباش معمولا آدم ها دوتا کار میکنن، یا اینکه دنبال جواباشون میرن، شروع میکنن دنبال سوال هاشون میرن و فکر میکنن براش چجوری جواب پیدا بکنن.